به نام خدا. سلام دوستان، گاهی وقتا پیش میاد که شما میخوان یک افتتاحیه برای سایتتون برگزار کنین و زمان دقیق افتتاح رو به صورت یک تایمر معکوس نمایش بدین، به این صورت که تعداد روزها، ماهها، ثانیه‌های باقی مانده رو نمایش بدین. خب ما برای انجام این کار از یک پلاگین جیکوری استفاده میکنیم به اسم jquery-countdown. تایمر باید ابتدا اون رو دانلود کنید. من قبلا این کار رو کردم، اکسترکتش میکنم، یک فایل js داره، اون رو اضافه میکنم، به html هم اضافهش میکنم. خب بقیه صفحه رو باید پاکسازی کنم، از منو به بعد رو پاک میکنم. آیدی تعریف میکنم داد کانتینر یک اچک تعریف میکنم که شعار رو بنویسم منتظر بهتری باشید. رفرش میکنم. یک آیدی تعریف میکنم به اسم کانت داون و میخوام تایمر معکوسم رو توی اون نمایش بدم. خب به داکیومنتش مراجعه میکنم، یک فانکشن اینجا داریم، همین رو من کپی میکنم. داریم میگیم که توی این آیدی countdown یک تایمر معکوس برای تاریخ 1/1/2020 نمایش میده. خب ریفرش میکنم، برای ما نمایش میده. قبل از اینکه ادامه بدم یک نکته رو بگم دوباره، حتما این دات لینکس رو بنویسین. تا من جلسه قبلم یادم رفت بنویسم، تا به مشکل نخورین زمانی که شما یک فانکشن رو به یک کلاس یا یک آبجکت میدید، اگر این آبجکت رو پیدا نکنه گاهی وقت رو کانفلیکت میخورین و کدتون اجرا نمیشه. برای countdown هم همین کار رو میکنم. رفرش میکنم. ببین الان تعداد ساعت باقی مانده رو نوشته، 13,000 ساعت. خب من نمیخوام این شکل باشه، میخوام تفکیک انجام بده. خب میام روی دیسپلی فرمت، که به صورت دیفالت ساعت، دقیقه و ثانیه است. میذارم روی کاملش. ببینید اگر وای بذارم سال میشه، او بذارم ماه میشه، دی بذارم روز میشه و همینطوره. کاملش رو میذارم. استرینگ ریفرش میکنم، میبینید یک سال، 6 ماه 9 روز 4 ساعت 13 دقیقه و 17 ثانیه باقی مونده. خب میخوام لیبل داشته باشن اینا که نشون بده. یک لیبل فرمت براش میذارم، صورت دیفالت فالسه، میذارمش روی ترو. میبینید برام اوورده 1 سال 6 ماه. ولی من میخوام اینا رو فارسی کنم. اگر به فایل جی اس مون نگاه کنی، یه پوشه داره مثل لوکالیزیشن. خب
برای هر کشوری یک فانکشن جدا گذاشته. مال ما میشه فا، میارمش توی جی اس هم میذارمش و به کار اضافهش میکنم. یه داش فا داره خب. و ریفرش میکنم. ببینید اینها تغییر کرد. حالا اگه من اینو بازش کنم، میبینید اینجا به صورت یک آرایه اینها رو برامون نوشته. اینها رو من تغییر بدم، اونجا هم عناوین تغییر خواهد کرد. خب میخوام تاریخش رو نزدیکتر کنم، مثلا بیارم سال 2018. توی همین تمداد جیز شما تا میرسین 2018 ماه نهم. میتونید میشه صفر سال، دو ماه. میتونین مثلا وای رو حذف کنین تا دیگه سال رو که صفر شده نمایش نده. اوکی. حالا وقتشه که استایل کنیم. coming soon. پوزیشنش رو فیکس میکنم تاپ 135 پیکسل، باتم 0، بکگراند شما از هر بکگراندی که دلتون خواست میتونید استفاده کنید. سنتر اشکار. اوکی. یک پدینگ بهش میدم. پدینگ 40 پیکسل. پیکسل لاین. سنتر. کالر. باز میتونم اینو یک مقدار بیشترش کنم. H1 داریم. فونت ویت نورمال. فونت سایز 22 پیکسل. مارجین باتم 40 پیکسل. فونتش رو میتونم بزرگترم بکنم. اوکی. حالا نوبت اینه. ببین اینا که داره با جاوا اسکریپت تغییر میکنه، شما نمیتونین یه دفعه بگیرین چیزشو. مرتب داره جی کوریش عوض میشه، HTMLش عوض شد. من یه کپی از HTMLش میگیرم تا ساختار HTMLش دستم بیاد. اگر نگاه کنین به این صورته که یک تایم دیسپلی داریم، یه دیسپلی سیکشن داریم. داخل یه دیسپلی سیکشن تکست شده رو HTML بهتر متوجه میشین. دو تا اسپن تو در تو دارین و باز این بسته میشه. خب من میام دیسپلی سیکشن مینویسم. coming soon display inline block margin صرف 15 پیکسل تا از هم فاصله بگیرم. اوکی. حالا میخوام عدد بالا باشه، متن پایین باشه. بقیش میشه number display و بعدیش میشه period display. فونت سایز مثلا 35 پیکسل،
دیگه این رو میتونیم دیسپلی بلاک بشه ندیم، فرقی بالش نمیکنه. فون سایز 16 پیکسل. رفرش میکنم. دو ماه فاصله بیشتری هم میتونم بدم. خب اوکی، با هم دیگه یک صفحه کامنسون رو به همین راحتی ایجاد کردیم. جلسه آینده میخوام با استفاده از تایمر معکوس و آول کاروسل پیشنهادات ویژه رو با هم بسازیم.